به نام خدا. با یک بخش دیگه از مجموعه آموزش پروژه های کاربردی ArcGIS در خدمت شما هستیم. توی این قسمت سعی داریم در خصوص یکی از مواردی که بسیار پرکاربرده و یکی از معضلات بحث های ترسیم صحبت کنیم، و اون هم کمک گرفتن از بخش ArcScan برای دیجیت سازی های نیم اتومات و تمام اتوماتیک هست. اگر خاطرتون باشه تا کنون اگر آموزش های ما رو دنبال کرده باشید، متوجه شدید که برای آرزه سازی ها در مواردی که از یک سری عکس های پای کمک میگیرم، میام آرزه ها رو به صورت دستی ایجاد میکنم، لایه بندی میکنم، ترسیم میکنم و کاملا تمامی این مراحل دستی صورت میگیره. اما چطور این کار رو نیمه اتومات یا تمام اتومات انجام بدم؟ در این ویدیو با ابزاری به اسم ArcScan آشنا خواهید شد. نحوه آماده سازی نقشه هایی که با استفاده از این ابزار امکان اتوماتیک ترسیم کردن اونها وجود داره رو بهتون خواهیم گفت، چطور اون تصاویر آماده بشن، چه خاصیت هایی داشته باشن و چطور اونها رو بهینه کنیم برای این مدل ترسیمات. سپس مراحل انجام نیمه اتوماتیک دیجیتال عوارض رو میگیم، بعد مراحل تمام اتوماتیک اون رو با استفاده از تنظیمات ریز و دقیقی که در بحث ابزارهاش وجود داره، چون قراره که شما یک کار رو به نرم افزار محول کنید، پس تنظیماتی رو باید انجام بدید که خودش بتونه بهینه ترین حالت رو تشخیص بده، و در نهایت فایل های خروجی خب مطمئناً بدون عیب نیستن و باید اونها رو بیایم تصحیح کنیم. تصحیحات فایل های نهایی حاصل از دیجیت هم جزو مباحث این قسمت خواهد بود. خب با هم بحث رو ادامه بدیم. پیش از ورود به نرم افزار یه توضیحاتی در خصوص نحوه انجام کار بدیم و اینکه تا الان با چه متدهایی کار کردیم و از این به بعد قراره که چه کارهایی انجام بدیم. ببینید، بحثمون، موضوع کارمون دیجیتایزینگ هست. دیجیتایزینگ رو تا الان یاد گرفتیم که میتونه به صورت کاملا دستی انجام بگیره با ترسیم های که توسط یک کاربر، یک اپراتور انجام میگیره. میتونه از روش های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک رو مسازی هم انجام بگیره، و یا حتی تجهیزاتی رو برای این کار داره که به اسم میز دیجیت معروفه، که نشانگر موس برای یک سری عوارض خطی نقطه‌ای اون نقشه مورد نظرتون قرار میگیره و اطلاعاتی رو برای سیستم های کامپیوتری ارسال میکنه. این قضیه به این صورته که یک میز دیجیتی وجود داره که شبکه از سیم های متقاطع اونو تشکیل میده و نشانگری هست که بر روی کاغذ حرکت میکنه و امواج الکترومغناطیسی تولید میکنه که با حرکت بر روی اون عوارض، با حرکت بر روی اون کاغذی که شما با ما نقشه پایه دارید، بر اساس اون تونالیته خاکستری بودن و مشکی بودن نسبت به بک‌گراند سفید کاغذ، میاد اونها رو تفکیک میکنه و برای سیستم ها به صورت اتوماتیک ارسال میکنه. نمونهش رو میتونید در این تصویر هم مشاهده کنید. توی روش های دستی، خب یک اپراتور با استفاده از تجربه خطوط برداری رو میاد از روی لایه های رستری و یا نقشه های پای ترسیم میکنه. کار بسیار دقیقیه، اما خب به تناسب اون زمانبر و بسیار سخت هم هست، ممکنه زمان بسیار زیادی برای این کار لازم باشه. در اکثر محیط های نرم افزاری که مرتبط به علوم جغرافی و زمین شناسی هستن، مرتبط با مباحث زمینی هستن، میتونن اون کار رو انجام بدن. مزیتی که داره اینه که خب چون مدیریت اون کاربر روی ترسیمات بیشتره، نتیجه اون هم بسیار بهتر خواهد بود، ولی خب زمان بر بودن این روش از معایب اون به شمار میاد. در روش های نیمه اتوماتیک تنها در تصویر و نقشه های خاص میتونیم از این روش استفاده کنیم، که همونطور که در ابتدا گفتم نیاز به یک سری آماده سازی هایی داره. تو این روش اپراتور روی یک خط مشخص روی تصویر کلیک میکنه و ادامه کار رو به نرم افزار میسپره تا جایی که نرم افزار دچار یک ابهامی بشه و دیگه ندونه از اینجا به بعد رو چه کار کنه. میاد از کاربر کمک میگیره و شما مسیر رو برای ادامه کار هدایت میکنه و بهش معرفی میکنه که این کار رو بر اساس میزان درجات خاکستری از روی تصاویر انجام میده. نرم افزار حین کار نیاز به راه نمایی های از سمت اون اپراتور داره، روش بسیار مناسبیه به شرط اون که تصویر شما هم اون بیس کار رو داشته باشه، یعنی آماده باشه، تصویر مناسبی هم داشته باشید. اینکه این تصویر مناسب یعنی اینکه تصاویر و نقشه های تک موضوعه داشته باشید و اینطور نباشه که هر نقشه ای برای این کار قابل استفاده باشه، مخصوصا نقشه هایی که عوارض زیادی داخلشه. ما به این راحتی ها نمیتونیم از این روش استفاده کنیم.
نرم افزارهایی مثل اسکن تو کد، کد اورلی، آر تو وی، ایزی تریس و خود آرک جی اس امکان انجام این کار رو دارند. در بحث تمام اتوماتیک اپراتور کار خاصی رو مطمئنا انجام نخواهد داد. اینجا هم بر اساس میزان درجات خاکستری نرم افزار این کار رو انجام میده. تصویر حتما باید آماده بشه و پس از پردازش هم مجدد ممکن یک سری معایبی داشته باشه که نیاز به ایبیابی باشه و نرم افزاری مثل آرک جی اس، آر تو وی و ایزی تریس میتونن این کار رو انجام بدن. این کار نیاز به یک سری تنظیمات دقیق داره، نیاز به آموزش های نرم افزاری داره و اینکه شما بدونید با چه تصویری سر و کار دارید و چه کار میخواید انجام بدید. وارد محیط نرم افزار میشم و ببینیم که چه کاری باید انجام بدیم. من اینجا یک تصویری از قبل آماده کردم. نقشه ای هست تحت عنوان مپ ژورف که در پوشه تمرین های شما این فایل قرار داره، پوشه تمرین های آرک اسکن. همونطور که مشاهده میکنید یک نقشه رنگی هست از تقسیمات شهری استان اصفهان. نقشه ای دارم که با رنگ های مختلف اومده تفکیک کرده محدودهای شهری استان اصفهان رو، گرچه یک نقشه ای هست که بر اساس تقسیمات مساحت اومده طبقه بندی رو انجام داده، اما من قصد دارم از این لایه و از این نقشه استفاده کنم و برای اینکه این رو تبدیل به یک عارضه برداری کنم مراحلی رو انجام بدم. نکته های اهمیت و قدم اول شما اینه که هر نقشه که به عنوان بیس مپ قرار استفاده بشه باید زمین مرجع باشه. پس این جزء اصول اولیه شماست و تصویری که فاقد سیستم مختصاتی عملا برای این کار قابل انجام و قابل اجرا نیست. نکته دوم این که شما اگر تصاویر رنگی دارید باید سعی کنید که از یکی از باندهای اونها استفاده کنید. الان هر سه باند داده من، باند 1، 2، 3 Red, Green, Blue فرا خونده شده و به همین دلیله که تصویر رنگی میبینم، اما برای انجام مراحل آرک اسکن باید یکی از این باندها مورد استفاده قرار بگیره. پس این رو ریموو میکنم و به این بپردازیم که خب اگر قرار یک باند استفاده بشه اون باند کدومه. روی تصویر دابل کلیک کنید که وارد تقسیمات باندی بشه. یک به یک باندها رو چک میکنم. به دنبال چی هستم؟ باید بررسی کنم و ببینم که کدومی که از این باندها کنتراست بیشتری داره، یعنی محدوده هم بهتر معلومه و اون تیرگی و روشنی ها درش وجود داره. یک باندی مثل این باند نمیتونه به هم کمک کنه چون بسیار تیره هست. میرم سراغ باند 2. به نظر میرسه که باند خیلی خوبی باشه، این رو نگه میدارم. باند 3 رو هم مشاهده میکنم. خب من باند قبلی رو ترجیح میدم چون عارضه های بیشتری از اون قابل مشاهده است. خب برای اینکه بتونیم یه تمایز رنگی خوب بین قسمت های تیره و روشن داشته باشیم، مرحله بعدی ما اینه که بیایم و تصویر رو به جای اینکه یک حالت رنگی طیفی داشته باشه یا در اصطلاح استرچ باشه، بیایم و گسسته کنیم و به دو کلاس رنگی تقسیم کنیم. برای این کار به سیمبولوژی لایه مراجعه کنید. در بخش سیمبولوژی به جای حالت استرچت از گزینه کلاسیفاید استفاده کنید. تعداد کلاسه ها رو به دو تا کاهش میدم و این کار باعث میشه جاهایی که اولا در گروه رنگ های خاکستری هم قرار گرفته بود بره در گروه رنگ های روشن و جاهایی که خیلی تیره بود در گروه مشکی بمونه. به محض اینکه این رو اجرا میکنم میبینید که نقشه انگار داره یک حالت خطوط محیطی سیاه سفید میشه و عملا انگار با یک نقشه اسکن شده شما سر کار دارید. خیلی وقتها نقشه هایی که شما به صورت کاغذی و فیزیکی یا در اصطلاح هارد کپی دارید نیازی که اونها اسکن بشن، وارد جی آی اس بشه، زمین مرجع بشه و بعد تازه با یک حالت این چینی شما میتونید اونو مشاهده کنید، که تا اینجای کار ما چندین مرحله آماده سازی رو جلو رفتیم. خب اما این تصویری که به عنوان نقشه پایه ماست و ما قرار از اون و از روی اون عارضه ها رو ترسیم کنیم، پس عوارضی که ترسیم میشن قراره کجا قرار بگیره؟ به همین دلیل نیازه که من یک لایه خطی در اینجا بسازم و اون لایه خطیم رو آماده بذارم تا بعدها اطلاعاتی درش قرار بگیره. خب من یک لایه ایجاد میکنم. یک لایه خطی رو اینجا قبلا داشتم اما از اول این رو ایجاد میکنم. راست کلیک نیو شیپ فایل، اسمش رو میذاریم لاین.
جنسش پولیلاین، سیسه مختصاتیش. اینجا من حالت جغرافیک رو در نظر میگیرم، میتونید چون منطقه اصفهان هست زون 39 رو در نظر بگیرید. اوکی، خب فایل لاین هم ایجاد شد، میتونیم کمی ضخامت اون رو در نظر بگیریم 1.5 و جوری باشه که بتونیم اون رو به راحتی ببینیم، مثلا قرمز رنگ. خب یک لایه خطی خالی هم ساختیم و هیچ عارضه‌ای هنوز درش وجود نداره، میبینیم که جدول توصیفیش خالی هست. در مرحله بعد اونایی که به تازگی جی آی اس رو نصب کردن باید وارد قسمت کاستومایز اکستنشن بشن و دقت کنن که حتما تیک گزینه آرک اسکن خورده باشه. در سیستم هایی که این گزینه تیک نداره مراحل انجام بعدیمون میسر نیست، پس این گزینه رو تیک بزنن، از فضای بالا راست کلیک کنن فضای خالی بالا و گزینه آرک اسکن رو فراخوانی کنن. خب این نواری که ما قراره باش کار کنیم به بالا منتقل میکنم، از قسمت ادیتور استارت ادیتینگ رو فعال میکنم که به من اجازه انجام کار بده. خب به محض اینکه ادیتور روشن میشه یک سری از آپشن های این نوار روشن خواهد شد. در ابتدا در مقابل واژه رستر اون فایل تک باندتون رو معرفی کنید که ریکلاس شده. اگر ریکلاس نشده باشه اصلا این گزینه اینجا ظاهر نمیشه و اجازه فعال شدن آپشن های بعدی رو به شما نخواهد داد. در فاز اول که بحثمون نیمه اتوماتیک ترسیم کردن عوارض هست، میبایست ابتدا روی اون فایل خطیم کلیک چپ کنم تا سایر آپشن های این نوار هم فعال بشه و بعد از گزینه تحت عنوان Vectorization Trace استفاده میکنم. در صورتی که این گزینه رو کلیک کنید آماده ترسیمات نیمه اتوماتیک هستید، پس میبایست روی نقشتون زومی داشته باشید که بهتر بتونید عارضه ها رو مشاهده کنید و بعد با استفاده از این گزینه Vectorization Trace وارد خط میشم، وارد قسمت های خاکستری و مشکی این عارضه خطیمون میشیم و اینجا سعی میکنم یک کلیک انجام بدم و جهت ترسیم رو بهش معرفی کنم. اگر دقت کنید من اینجا سعی میکنم کمی زوم کنم به صفحه نمایش، کلیک چپ رو داخل خط انجام دادم و با حرکت موز از من یک جهت میخواد که این نماد فلش رو من باید طوری در نظر بگیرم که بهش مسیر ادامه ترسیم رو معرفی کنم. به محض اینکه شما کلیک رو انجام میدید شروع میکنه به ترسیم کردن. خب همونطور که میبینید این ترسیم تا این قسمت انجام گرفت، کافیه اولین لاین شما ترسیم بشه، بعد از اون حتی من میتونم به نمای دورتر مراجعه کنم و مسیرهای دیگه رو بهش معرفی کنم. ببینید فقط به دو راهی ها که میرسه از من سوال میپرسه که به کدوم سمت برم و به این ترتیب مسیرها رو براش نمایش میدم که خودش ترسیمات رو ادامه بده. اینجا اصلا اشکالی نداره که شما روی یک مسیری دو بار برید یا به نوعی دوپلیکیت بشه، چون در نهایت کل این ترسیمات به صورت یک لایه خطی دیده خواهد شد. میبینید فقط من دارم مسیر رو بهش نشون میدم و در نهایت به دوراهی ها که میرسه از من اطلاعاتی رو میخواد. دیگه حتی خیلی لازم نیست من روی خط اون کلیک کنم، مسیر کلی رو بهش معرفی میکنم و خودش اون لاین رو طی میکنه بدون اینکه نیاز به دقت خیلی زیادی برای انجام کار باشه. از نمای خیلی دور فقط دارم محدوده ها رو بهش معرفی میکنم و خودش زحمت ترسیمات رو به عهده گرفته. خب همونطور که میبینید خیلی این کار روند اجراییم رو سریع میکنه و برای محدوده هایی که شاید باید دقایق بسیار زیادی و حتی ساعت هایی رو براش اختصاص میدادم کار در حد چند دقیقه به اتمام میرسه. خب اینجا من سعی میکنم کمی ویدیو رو جلو بذارم و وقتی کار به اتمام رسید دوباره برگردیم و ببینیم که ادامه کار به چه صورته. خب به نقطه رسیدم که کار به اتمام رسید و تمام عارضه های این بخش ترسیم شدن. خب مثل یک ترسیم عادی شما کافیه که ادیتور رو استاپ کنید و به شما میگه مایل هستید این ترسیمات سیو بشه، میگید بله. به این ترتیب اگر من
فایل مپشو رف رو خاموش کنم، با یک لایه خطی سر و کار دارم که کاملا اینجا ذخیره شده و حتی اگر لایه مثل تقسیمات استانی ایران رو باز کنیم، چون همه چیز زمین مرجع بوده، انتظار من اینه که کاملا با داده واقعی مچ باشه و همین اتفاق هم افتاده. میبینید دقیقا اطلاعات من روی دیتاهای استان اصفهان مچ شده. خب پس این بود روش نیمه اتوماتیک که اندکی زمان نیاز بود برای اینکه شما مسیرها رو هدایت کنید. ممکنه برای داده هایی که خود آرزای بیشتری داشته باشید تایم بیشتری از شما بگیره، اما اتفاقی که افتاد اینه که چون از شما سوال میپرسید و تو میانه کار شما باش همراه بودید و مسیر رو هدایت میکردید، خطاهای فایل خروجی شما بسیار کم هست و اولا میشه گفت این فایل مشکل آنچنانی نخواهد داشت، مگر اینکه بعدها بخوایم این فایل خطی رو تبدیل به پولیگون کنیم و بعد اطلاعات رو داخل اون بیاریم که میمونه در تفصیلات نهایی این مبحثمون. اما اگر بحث ما در خصوص اتوماتیک سازی کامل این فایل باشه، من یک لاین دیگه ایجاد میکنم تا روی اون مراحل رو تکرار کنیم. لاین 2 پولی لاین، سیستمش رو جیوگرافیک در نظر میگیرم، ادیتور رو روشن میکنم. برای لاین 2 خب این فایل هم ایجاد شده، ضخامت این رو هم 1.5 با رنگ این بار نارنجی تعریف میکنم. خب برای اتوماتیک‌سازی کامل شما نیازه که از قسمت وکتوریزیشن به بخش وکتوریزیشن ستینگ مراجعه کنید. برای این کار با پنجره‌ای مواجه میشید که در ادامه میخوام روی هر کدوم اینها توضیحاتی بدم که برای بهتر متوجه شدن من، پس من به اسلاید مراجعه میکنم. دقت کنید توی این پنجره مواردی ذکر شده که با تعریف اونها ممکنه روی نتیجه خروجی این اتوماتیک سازی تغییراتی لحاظ بشه، پس دقت کنید که روال کار رو به درستی طی کنم. در بخش ابتدایی یعنی قسمت بالا گزینه intersection solution روش بررسی تقاطع‌ها بیان شده، یعنی اگر در یک داده که خطوط به هم دیگه متصل میشن یا تقاطع دارن بخوایم اتوماتیک سازی انجام بدیم، اون رو به نرم افزار معرفی کنیم که تو چه حالتی شما بیاین رو در نظر بگیرید. به عنوان مثال حالت ژئومتریک اگر در نظر گرفته بشه برای مواردی خواهد بود که بخواید از ترسیمات مهندسی استفاده کنید، یا مثلا قسمت هایی که مرتبط با نقشه های مهندسی یا جاده‌ای باشه که اون رو به این صورت ترسیم خواهد کرد و قسمت ها رو کاملا به هم متصل میکنه و هیچ انحنایی به کار نخواهد داد. اما حالتی از تحت عنوان median intersection solution که توی این حالت اگر دقت کنید کمی انحنا برای اتصال واحدهای تقاطع ایجاد میکنه که این برای نقشه های موضوعی مثل نقشه های پوشش های گیاهی، خاک و نقشه های تو این جور موضوعات، نقشه های محدوده ممکن مورد استفاده قرار بگیره. و توی حالت بعدی non intersection solution یعنی اتصال ایجاد نشه، که همونطور که خودتون بهتر میدونید تو نقشه های مثل کنتورها، خطوط تراز، ما نباید نقشه هم به هم متصل بشه، پس این رو برای اونجور حالات در نظر میگیریم. اگر تو بحث شهری میخواید کار کنید بیشترین کاربردش روی حالت جیومتریک خواهد بود. گزینه بعدی ماکسیموم لاین ویت هست که اون عرض خطوطتون رو داره بیان میکنه، تا چه عرضی، تا چه ماکسیموم ضخامتی رو من در ترسیمات اتوماتیک به عنوان یک فایل لاین در نظر بگیرم. اینجا باید اطلاعاتی رو شما ثبت کنید که اگر حس میکنید فایل اولیه شما داره خطوط بسیار ضخیمیه، خب این عدد رو زیاد میکنم که اونها هم در تبدیلات خطی من شرکت کنن. اما اگر یک سری پارامتر مثل کادرهایی هست که نمیخواید در نتیجه نهایی به عنوان لایه خطی دیده بشن، خب بهتره که این رو کمتر کنیم که اون خطوط ضخیم در خروجی ظاهر نشن. پارامتر دیگه هست تحت عنوان کمپرشن تالرانس که این بحث تعداد ورتکس هایی که برای خط سازی داره استفاده میکنه رو بیان میکنه. خودتون بهتر میدونید برای ترسیم هر خط نیاز به ابتدا و انتهای نقطه ای هست. به صورت پاره خط اگر قرار اون ترسیم بشه، پس دو طرف یک خط رو نقاطی شامل میشن، این نقاط شکستگی رو بهش ورتکس میگیم. خب کامپرشن تولرانس داره در مورد ورتکس ها صحبت میکنه که
من چه تعداد ورتکس برای خط سازی مورد استفاده قرار بدم؟ اگر تعداد ورتکس ها خیلی کم باشن یا در عمل فشرده سازیمون زیاد باشه، در نتیجه ممکنه خب اون شکل خروجی ما با واقعیت همخونی کمتری داشته باشه. اما اگر بگیم ورتکس های بیشتری بساز یا فشرده سازی در ساخت نقاط کمتر باشه، به ما اجازه اینو میده که از شکل واقعی الگوی بهتری داشته باشیم. پس پارامتری مثل فشرده سازی و اگر من به عنوان مقدار زیادی، یعنی ماکس نزدیک به 30 40 یا 50 تعریف کنم، ممکنه که از شکل اولیه من فاصله بگیره. توی این تصویر میتونید این قضیه رو بهتر مشاهده کنید. این یک نقشه واقعی منطقمون هست، نقشه اسکن شده پارسلمون. کامپرشن تولرانس اگر در حد 25000 باشه، میبینید که الگوی ترسیمیش از شکل اولیه تبعیت میکنه. اما اگر فشرده سازی رو زیاد بدن در حد عدد مثل 1 که فاصله زیادی هم با نقطه اولی نداره، میبینید که الگوی ترسیمی ما دیگه ساختار اولی خودش رو از دست داده و فقط از شکل ظاهری اون کمی پیروی میکنه، ولی خودش شکستگی ها رو خیلی خشک و زاویه دار ترسیم میکنه. پس بهتره که این گزینه روی همون 25000 باقی بمونه. بحث اسموتینگ ویت هست که خطوطی که در حال ترسیم هستن چقدر هموار و اسموت باشن. خب همطور که مشاهده میکنید، اینجا هم با مثال اگر بخوایم توضیح بدیم، در سمت چپ اگر نقشه ای داشته باشیم که اینجا نقشه کنتوری هست، میبینیم اگر اسموتینگ ما 1 باشه خطوط تا حدی هموار شدن، اگر 3 باشه کمی بیشتر همواری رو میبینیم و اگر 10 باشه هموارسازی بسیار زیاد صورت گرفته که حتی نسبت به شکل اول کمی متفاوته و به نوعی اصلا از اون فاصله گرفته. پس دقت کنید که اگر این پارامتر خیلی زیاد داده بشه، باز هم از شکل اولیه ما فاصله زیادی میگیره و عددی نزدیک به همون حالت 2-3 میتونه خیلی مساعد باشه. پارامتر بعدی گپ تولرانس هست. توی این حالت هم یک بازه در نظر گرفته شده که اگر داده های شما دارای گپ هستند، بیاد اونها رو به عنوان یک خط ممتد در نظر بگیره. منظور از گپ چیه؟ ببینید در خطوطی که حالا ممکنه در یک سری نقشه ها استفاده شده باشه و به صورت فاصله دار ترسیم شده، خط کانتینیوس نباشن، خط های تکه تکه باشن یا حالت دشمانند باشه، تو اون حالت خب اون خط ها رو در اتوماتیک سازی نهایی به هم متصل نمی کنه، مگر اینکه شما بیاید اینجا و یک فعال سازی روی گپ کلوزر تولرانس داشته باشید و از طرفی بهش اجازه بدید که اینها رو به عنوان خطهای ممتد در نظر بگیره. و از طرفی وقتی میخواد به دنبال خط بعدی بگرده، در شکل پایین میبینیم که یک زاویه جستجویی رو باید براش در نظر بگیره تحت عنوان فننگل ستینگ که بهش اجازه بده تو اون زاویه و تو اون بازه دنبال ادامه خط بگرده، که این رو هم بهتره یه زاویه نزدیک به 60 یا 70 در نظر بگیرید تا توی اون زاویه دنبال آرزه شما بگرده، مثل اینجا که در واقع یک بازه نزدیک به 90 درجه حتی بهش داده تا در ادامه به دنبال اون راستای خطیش بتونه بگرده. در قسمت بعد هولد سایز رو دارید که به واحد پیکسل هم این رو بیان کرده. اگر در خطوط شما تکه ها یا سوراخ ها یا گپ هایی هست که به صورت پیکسلی دیده میشن، بهش اجازه بدیم که از روی اون خط عبور کنه و اگر هول سایز شما صفر در نظر بگیرید، سعی میکنه اون رو دور بزنه که خط شما داره انحنایی میشه. اما اگر سایز اون مقدار هول رو معرفی کنید، بهش اجازه میدید که اون رو نادیده بگیره و اون رو ادامه بده. به این ترتیب شما این پارامترها رو میاید معرفی میکنید و در نهایت ادامه میدیم که چطور این کار رو اتومات انجام میده. گزینه اول جیومتریک، این روی سی بمونه. نویز لول، کامپرشن تولرانس همین قدر کافیه. سه گپ من اینجا ندارم توی دیتا هم، پس تیکش نمیزنم. و هول ستینگ هم روی مثلا 1 میذاریم اگر هول وجود داشت. اپلای. در مرحله بعد بهش میگم یک پیشنمایشی از خطوط اتومات بیا ایجاد کن که شروع میکنه به تحلیل کردن و با توجه به تنظیمات ما میاد آرزه ها رو وکتورایز میکنه. این پیشنمایش روی لایه اکسی صورت گرفته و هنوز به لایه لاین 2 منتقل نشده. برای خروجی گرفتن از اون روی جنریت فیچر کلیک میکنید، در بخش تمپلیت فایل لاین 2، فایلی که میخوایم
خطوط برداری روی اون تخلیه بشه رو معرفی میکنیم، تایید میکنیم و Create Vectors رو آغاز میکنه. همطور که میبینید تمامی اطلاعاتی که قبلا پیش نمایش داده بود الان در فایل لاین 2 قرار گرفت و اگر نقشه رو خاموش کنم میبینید که تمام این داده ها وکتورایز شدن. خب چیزی که اینجا حائز اهمیته اینه که شما خب مطمئنن یک مرحله نیاز به تصحیحات دارید، یعنی بیایید و تمام عارضه هایی که اینجا مشاهده میکنید اضافه هستن انتخاب و حذفشون کنید. کار در محتوایی مثل این نقشه شاید خیلی کار سختی و ما نداشته باشیم، به راحتی بتونم اونها رو انتخاب و حذفشون کنم. همطور که مشاهده میکنید به فایل های مناسبی رسیدم که حالا میتونم بیان تو قسمت های میانی و اینها رو هم حتی حذفشون کنم، همه رو با هم با دکمه شیفت انتخاب کنم و اقدام به حذف کنم. اما راه حل های دیگه هم برای این کار وجود داره. اگر من این تنظیمات رو سیو نکنم دوباره فایل لاین 2 من خالی باقی میمونه و من میتونم روال های دیگه رو هم برای این موضوع خدمتتون ارائه کنم. خب ببینید در ادامه این نوار پارامتری تحت عنوان رستر کلین اپ وجود داره، یعنی به من اجازه بده که رسترم رو تر و تمیز کنم و پارامترهای اضافه اون رو حذف کنم. حالتهایی رو به هم اجازه میده که در ابتدا شما میتونید رستر پینتینگ تولبار رو انتخاب کنید که یک حالت حتی فوتوشاپی و آپشن های مثل فوتوشاپ در اختیارتون قرار میده. نوار رو ایجاد میکنه که به من اجازه میده که حتی پارامترهایی رو پاک کنم از روی عکس و اونها رو برای اتومات سازی بعدی آماده کنم. روی استارت کلین اپ کلیک میکنم که من اجازه این ادیت ها رو بده و بعد شما میتونید روی پارامترهای مثل اسامی این نقشه، اسامی استان ها با گزینه مثل پاک کن و افزایش سایز اون کلیک کنید و اونها رو پاک کنید. همونطور که میبینید بسیاری از اطلاعات رو میشه اینجا به راحتی حذف کرد و انگار شما در یک محیط فتوشاپی هستید که دارید تغییرات رو روی عکستون اعمال میکنید. پس این یکی از کارهاییه که شما میتونید قبل از اینکه مراحل اتوماتیک سازی دیجیت کردن رو انجام بدید روش اعمال کنید و نقشتون رو ترتمیز کنید. اما حالتهای دیگه هم وجود داره، مثلا با ابزارهای مثل Select Connected Cells شما بیایید و اون پارامترهای متنیتون رو انتخاب کنید. این Select فیچر عمل میکنه من تا این Select بر روی پیکسل های فایل رستری خودشون نشون میده. دکمه شیفت رو نگه میدارم، میام و قسمت های بعدی رو انتخاب میکنم. به این ترتیب میتونم دوباره بیام و وقتی اونها انتخاب شدن به صورت مجموعی بگم که اونها رو بیا Erase کن، Erase Selected Cells. همطور که میبینید اونها از صفحه پاک شدن. همه چی به حالت اول برمیگردونم. اما یه راه حلی که من بسیار میپسندم روی این جور محتویات نقشه بحث سل سلکشن هست. توی Select Connected Cells که الان ما مدل دیگه یو به صورت دستی اینجا داشتیم، اینجا من میتونم بیام و به صورت اتوماتیک بگم جستجو کن سلول هایی که دارای ابعاد پیکسلی کمتر از فلان مقدار هستند. این قضیه باید با آزمون و خطا روی نقشه ها صورت بگیره. پس اینجا صرفا در نظر میگیرید که نسبت به کلیه مساحت موجود در روی این تصویر رستری از روی پیکسل های فورگراند، چون بالاخره اینها رنگ های مشکی هستن که روی بک‌گراند سفید اومدن، بیا و انتخاب کن مجموع پیکسل های متصل به همدیگه که کمتر از چه مقدار هستن. این مقدار رو شما میتونید به صورت آزمون و خطا معرفی کنید و اوکی کنید ببینید که چه پارامترهایی شامل میشه. یه پارامتر مثل پیشفرض اینجا که عددی نزدیک به 50,000 بود بسیار مساعد بود که تمام المان های متنی شما رو اینجا دربر گرفت، حتی تمام این لیبل های کنار نقشه رو هم شاملش شد. اگر موارد رو بیام بیشتر و بزرگتر تعریف کنم حتی ممکنه خود محتویات اصلی نقشه من رو هم تحت نظر قرار بده و اونها رو هم سلکت کنه. واسه همین پس اون عدد رو خیلی بزرگ در نظر نگیرید که آسیبی به خود داده بزنه. خب به این ترتیب من همه رو با هم دیگه انتخاب کردم و حالا دوباره میتونم از بحث استارت کلین اپ و گزینه ایریز سلکتد سلز همه اونها رو با هم پاک کنم. همونطور که میبینید نقشه
با چند کلیک ساده تمیز شد، فقط این خطوط حاشیه‌ای باقی موند که اونها رو هم میتونید با این گزینه که معرفی شد Select Connected Cells انتخاب کنیم و بعد بیایم بگیم که Erase‌شون کن. خب نقشه با چند کلیک ساده بسیار تر و تمیز شد، شاید یه قسمت‌های کوچیکی فقط جا موند که اینجا میام از همین پاکون کمک میگیرم و اون رو تمیزش میکنم. کمی سایزش رو کوچیک‌تر کنیم، اینجا رو هم تمیز میکنم تا در نهایت به یک نقشه خوبی برسم. خب حالا میتونم نقشم رو ذخیره کنم یا تغییراتم رو روش استاپ کنم. این کار شما باعث میشه که اون فایل اولیتون لطمه ببینه و در نظر داشته باشید که اگر قراره این تغییرات رو روی رستر اعمال کنید حتما قبلش ازش یک بکاپی داشته باشید. خب میریم سراغ دوباره گزینه وکتوریزیشن. ستین رو قبلا تعریف کرده بودیم تو قسمت جنرال فیچر، جنریت فیچرز، از تمپلیت لاین 2 استفاده میکنم و اوکی میکنم. خب همونطور که مشاهده میکنید دیگه اینجا من پارامترهای اضافه ای ندارم و تمام اطلاعات در لاین 2 نشست، پس من میتونم ادیتور اینجا رو استاپ کنم تا تمام تغییرات روش باقی بمونه. میگه آیا مایل هستید که رسترتون هم تغییرات روش لحاظ بشه؟ میگیم نه، چون من دیگه خروجی خطیم رو گرفتم و دیگه نیازی به اون ندارم. پس به این ترتیب کاری کردیم که رسترمون هم سالم موند و از طرفی فقط قسمت‌های مطلوب خطی ما در لایه جدید قرار گرفت. خب پس به دو روش نیم اتوماتیک و تمام اتوماتیک کارمون رو به انجام رسوندیم. حالا با یک لایه‌ای که وکتوری هست مواجه هستیم، لایه‌ای که مد نظر ماست و میتونید اون رو روی ایران استان بندازید و در ادامه چون اینها پلیگون‌هایی هستن که به هم، یعنی خطوطی هستن که به هم بستن و ظاهر پلیگونی دارن و در آینده ممکنه که شما بخواید اینها رو به تفکیک اسامی شهرها و پارامترهای آماری که نسبت به هر کدوم دارید بیاید گروه بندی کنید، خب بهتره که اینها تبدیل به پلیگون بشن. کاری که میشه اینجا انجام داد اینه که از قسمت سرچ ابزاری تحت عنوان فیچر تو پلیگون اقدام کنید، فیچر تو پلیگون و این لایه رو به عنوان ورودی براش در نظر بگیریم. لایه اینپوت فیچر شما لاین 2 خواهد بود، مسیر خروجی بهش اختصاص میدم که در پوشه تمرین همینجا اسمشو میذاریم فاینال لایر، یا مثلا میتونید بذارید اصفهان سیتیز. ایتور رو فعال کنید، پس فایل خطی شما قراره به پلیگون اصفهان سیتی تبدیل بشه. اوکی، خب به همین راحتی فایل لاین 2 هم دیگه نیاز ما نخواهد بود و با لاین اصفهان، با فایل اصفهان سیتیز کار رو میتونم پیش ببرم به تعداد آرزه هایی که داشتید. این بار شما ردیف توصیفی خواهید داشت، یعنی به تعداد شهرهایی که داشتم ببینید آرزه های تفکیک شده اینجا وجود داره و شما میتونید بعدا بیایید برای این جداولی ایجاد کنید، ستون های جدید بزنید و پارامترهایی مثل اسم، مساحت، محیط، روستاها و پارامترهای دیگه توصیفی هر منطقه رو بیایید درش ثبت کنید. امیدوارم که از این ابزار بتونید استفاده کاربردی خوبی داشته باشید. فقط دقت داشته باشید که در نقشه های تک موضوعه ازش استفاده کنید، نقشه های مثل کنتور مپ ها، نقشه های جاده ها، نقشه های خطوط انتقال لوله ها در مواضع شهری یا نقشه های بلوک های ساختمانی. به این ترتیب شما میتونید به راحتی این نقشه های تک موضوع رو GIS کنید و مثل همین ویدیویی که در حد کمتر از یک ساعت ما زمان روش گذاشتیم مجموعه عظیمی از اطلاعات رو بیایید GIS کنید. موفق باشید.